با صدای شماست ازتون پرسیده بودم که حسه حالتون تو این روزای کمش حرف از جنگه چیه و برام یه سری وایس بچه ها فرستادن و دوست دارم اونا رو به اشتراک بذارم و با هم دیگه گوش کنیم من هم مثل همیشه با هندل اد کینگ میتونید دنبال کنید توی تور هستم بزودی و برین کینگ رام دات رو بخرین تور آمریکام می شروع میشه از نوامبر 21 تو باستان بعد نیویورک بعد دی سی، بعد اتلانتا هیوستن دالاس سان دیگو، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، پورتلند و سیاتل. اگه تو تویچ کم از این شهر هم هستین حتما به این پیغام بدین که با هم حکاب شیم و یه شاتی بزنیم و اشغال کنیم اسپانسر این اپیزودم هم مثل همیشه وی هستش we-pn.com که با تخفیف کد کینگ را 50 50 درصد آف میگیرین از خرید این دستگاه دستگاه ماست که میذاری خونتون مثل یه راوت که به شما یه VPN شخصی دائم میده به که ماهانه پول VPN بدین و بتونید با دوستاتون هم به اشتراک بذارین خوبیش اینه که از هر جای دنیا با این اپش وصل بشین انگار از آی پی خونه خودتون وصل شدین و برای کارهای بانکی و اداری خیلی به درد میخوره اسپانسری uh, دیگه مونم مثلا میشه betterhelp.com slash مسیورستی لطفا از لینک من استفاده کنید توی دیسکریپشن پایین uh, ما اولم ده درصد آف میگیرید من خودم اونجا میرم تراپی میکنم خوب بیشم اینه که میتونی راحت بری تراپیست عوض بکنید تا یکی پیدا کنید که دقیقا مچ بشه با انرژی تو بشه همی دنبال سایک دلک تراپی هستین که برین سراغ برادرم مهران uh, تو وبسایتش mindbodyintegration.ca یا legacyjourneys.ca میدونم این روزام خیلی, خیلی 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 جنجالی این بحث سایک دلک تراپی منم میگم یه چیزی که شما حتما حتما با تحقیقات خودتون برین دنبالش به کسی توصیه نمیکنم. کنم من نمیگم کسی چی کار کن چیکار میگم چیزی که برای من کار کرده یه چیزای خوب داره چیزای بد داره مثل هر چیزی دیگه ای و بستگی به حس و حال خودتون و تحقیقاتتون برین ببینید که اصلا به درد شما میخوره یا نمیخوره اینو از اون چیزایی که میگم من همینجوری پیش میکنم کسی اصلا بره تفریحی از این کارا بکنه در هر صورت بریم که صدای شما رو گوش کنیم با هم دیگه و ببینیم که حال هوای بچه های رام عزیز ایران ایوای اشتباهی پلی کردم بذار از اینجا شروع کنیم بالای بالا این هم بذاریم سر فلان خب بریم سلام کینگ عزیز امیدوارم که تو خوب باشی در جنگ گفته بودی ویس بذاری نگرانی که من دارم بزرگتر نگرانی دخترمه اولین شبی که پرتاپا انجام شد من فقط دخترم رو از زیر پنجره اووردم خواب بود اووردمش جایی که کلا دور از پنجره باشه و به این فکر میکنم که اگر شرایط طوری پیش بره که او باشه و من نباشم یا من باشم و او نباشه به این رابطه فکر میکنم و به این دردی که باعث میشه متحمل بشم و نگرانی دیگه من اینه که من روان درمانگر هستم و اینکه می بینم چقدر آدم ها هاشون در برابر جنگ تشدید میشه و زندگی براشون سختتر میشه همین مرسی مرسی از شما آره دیگه واقعا میدونم حالا یه سری وایس خیلی آدم ها... شوخی میکنن یه سری آدما به تخم میشونه یه سری آدما عمیقا اونایی که ذره امپت امپت بیشتری دارن بیشتر حس میکنن ولی میدونی خیلی وحشت داره تای خطش که هر لحظه ممکنی موشک بخوره بالا سر یه جایی ولی جالب همچه که جلوتر میریم و ویسه مختلف رو میشنویم خیلی دیدگاه مختلفی هستش سلام رام دوام حالت خوب باشه من پیام چنل تلگرام تو دیدم که نظرمون راجع به جنگ و اینکه چه حس و حالی داریم بگیم ببین واقعیتش میخوام واکنش صادقان هم و بگم و اونم اینه که هم من هم اکثریت دوستم که باشون صحبت میکنم یه مقداری از شرایط میترسیم ولی در کل خوشحالیم رو بخوام بگم چون ماها تو همین چند مدت پیش اعتراضات داخل ایران هم دیدیم دیگه و شرکت میکردیم و عملا خیلی از شهرها میدون جنگ بود یعنی جدی دارم میگم یعنی قشنگ یه دور تجربهش کردیم و ترسمون ریخته راجع به این قضیه و میدونیم که اگه یه چیزی باشه که بخواد به وضعیت کشور به طور بلند مدت کمک بکنه چرا که نه و کوتاه مدت همیشه جنگ خیلی بده خیلی آسیب میزنه حالا البته شرایط ایران و خیلی فرق داره با جنگ های دیگه که تو دنیا اتفاق میفته چون مشکل اونا با جمهوری اسلامی نه مردم ایران ولی به کل آره شاید از نظر اقتصادی و چیزای این شکلی کوتاه مدت یه سری آسیبا بزنه ولی به نظر من همین که باعث میشه جمهوری اسلامی فرج بشه و از بین بره و ضعیف‌تر شه خودش بزرگترین کمکی که میتونیم به ایران بکنیم و یه اعتماد به نفسی هم به مردم ما میده برای اینکه دوباره بتونیم برگردیم به اعتراضات و اعتصابات و جرقه بعدی میشه راجبه مطمئنم یعنی اصلا شکی ندارم که این اتفاق بیفته و خیلی پیگیرانه تر پیش بره دوباره یه چیزی شبیه انقلاب محصه اتفاق میافته خیلی جالبه که میگم دیگه یعنی یه سری ها انقدر حالشون به هم خود زیر این ظلم و این فشار که به این آدم تنهاست خیلی از خیلی شنیدم اینا آدم که آدمایی که دیگه هیچ راه حل دیگه ای نیم بینن برای اینکه بتونن به اون آزادی برسن میدونم اونور ماجرا آدمایی که ضد این صحبت میکنن و, و, و نظریهشون اینه که باید ایران به دست خودش و در راه خودش و در زمان خودش به اون آزادی برسه و میگم دیگه ببیم ولی ببین تا کجا این میزنه بالا این حس حال مردم که ولکم میکنن اینکه اصلا یه, همچین اتفاقی پیش بیاد و, و به امیده که یه جرقه دیگه باشه که بتونن ام بله این،, این،, این حکومت اون کار رو نهایی بکنن و دست سرکوب اینا راحت بشن خیلی خیلی عجیبه دیگه برای همین دوستاشم این وایس ها رو بشنم از از آدما و حس حالشون چون یه سری ما میگم که اینور بیرون دنیا نشستیم ما بیرون میگم بیرون دنیا <تصفح> تو یک فاست کاکشون دیگه نشستیم آم یعنی از از بیرون گد که تماشا میکنیم نگاه میکنیم یه حس حالی هستش و یه سری نظریه پردازیایی میشه ولی اونی که داخل ایران داره زندگی میکنه با تمام سختی و بدبختیاش اون حس اون نظران خیلی موجه در مورد این موضوع ولی برام جالبه دیگه شنیدن صدای بچه ها از ایران ساعت دوازده و هشت دقیقه شبه من همین الان از سر کار اومدم دم نارنگی میخورم و نگرانیم اینه که نارنگیم داره تموم میشه نه حال ندارم برم دوباره بردارم نگرانی بزرگترم اینه که اگه جنگ بشه حیوان های سطح شهر یا گربه ها چی به سرشون میاد و چند از هم به دوستان میگفتم که کاش بشه برشون پناهگاه بسازیم یه نگرانی دیگه هم اینه که نتونم قبل از اینکه واقعا جنگ بشه توی خواهر میانه از این قبرستون گرم و مکنم کنم برم سلام بعضی دوستان هم نگران نارنگیشونن دیگه <تصفح> و حیوانات خیلی خیلی جالبه ها یعنی ماهایی که خیلی حساسیم روی حیوانات اونم نمیدونم داده نظر روانشناسی دلیلش چیه که خیلی جاها میبینیم که میگه آقا حیوانات واقعا جونشون با ارزش تر از انسان هاست و من که کلا از اینایم که میگم عاشق این آدمایی هم که حیوانا نجات میدن و کمک میکنن و خود منم یعنی همچین هم چم حالی دارم از اینکه بزرگترین آروتوم هم همیشه میگم توی اون راسلند و اون مزرعه و فارمی که میزنم یه پناهگاهی هم برای سگا باشه کلا یه ارتباط خیلی خالص عجیب غریبی هستش اون رابطه که با حیوانات داریم ما دوستان دوست دارم در موضوع چند تا درست بکنم در آینده و با, با کسی صحبت بکنم مثلا اگه دوست دامپزشک که کسی هستش یا کسی که پناهگاه داره و دوست داره به در مورد صحبت کنه البته چیز تلخی هم که هستش توی اون دنیا اینه که میگن آمار خودکشی دامپزشکها جزو بالاترینه تو شغلا تو شغلهای مختلف من امیدوارم که اینجوری نباشه ولی این آمار اینا نشون میده ظاهرا میتونم تصور کنم چقدر سخته ولی پرت نشیم خیلی از موضوع اصلی بحث برگردیم به وایس بچه ها. در ضمن میگم با چنل تلگرامم t.me/kingram که اونجا چنل دارم که هر وقت وایس میذاریم و فلان و بعد کینگرام چت هم توش هست لینکش اونجا که میتونید برین چت کنیم و اینا با هم دیگه بعدش هم اگه میخواستین شخصی برام وایس بذارین tme mastyorasty m a s t y o r a s t y من وایس هم دارم موضوع تو مخه هر چی تو طولانی نباشه طولانی باشه واقعا گوش نمیکنم وقت ندارم خب بریم سراغ وایس بعدی سلام رامی سعی کم کوتاه بگم من تو آستانه سی سالگی که تقریبا ردش کردم با اینکه تو ایرانم با اینکه مهاجرت نکردم و اصلا خیلی هم دغدغم نبوده ولی خب همیشه بهش فکر کردم مخصوصا که این رابطه آخرم هم خاطر همین داستان خیلی اذیتم هم کرد و تموم شد و بعدش هفتم سر دارم سعی میکنم تو کلمات موضوعات بگم خیلی کشش نه ولی الان یه جای خیلی خوبم تو زندگی که نه جنگ واسه مهمه نه اون داستانه ای که آدم بخواد مثلا به زور مهاجرت کنه نه موضوع اقتصاد واسه مهمه نه اینکه مثلا تنها خیلی به کار فکر میکنم و با اینکه یه مدت طولانی دارم کار میکنم نزدیک یک ساله حالا قبلش هم بوده ولی این یک سال خیلی جدی شده و خیلی پول در نمیارم خیلی دارم به خودم دقت میکنم خیلی و اصطلاحا میگن توسعه فردی به این موضوع دارم بیشتر از همیشه فکر میکنم و خیلی داره بهم خوش میگذره خیلی مم. شاید دغدغه هیچ کس نباشه یا مثلا به اطرافیانم که اینو میگم خیلی مسخره واسهشون بیان ولی آرزو میکنم همه بتونن به همین راحتی پس خیلی موضوع بگذرن و تجربه خوبی کنن از زندگی احساس کنم اگه آدم بتونه همین موضوع رو خیلی جدی بگیره بعدش میتونه همه چیزهای خوب دیگرم تجربه کنه رابطه خوب پول خوب حالا مهاجرت نه من ولی سفر خارجی خوب آه. همین دیگه گفتی دو سه دقیقه بیشتر نش سلام آره میدونم شاید به نظر خیلی مسخره بیاد تو،, تو ولی یه واقعیتی هستش تو همین حرفا میدونی ببین تو همین بحث توسعه فردی و تمام ببین خیلی چیزا هستش خیلی عواملی که خارج از کنترل ما و ما فقط روی اون چیزی که میتونیم کنترل کنیم و تسلط داریم خیلی وقت باید انرژی بذاریم چون من که نمیتونم هیچ کاری که من بکنم یا نکنم فرقی توی افتادن موشک رو که نخواهد کرد یا نمیدونم به خیلی چیزای دیگه که واقعا خارج از دست ماست آم میدونی خیلی ممکن اصلا اصلا آمریکا به اینکه که کی انتخاب بشه اصلا ممکن است سرنوشت همه عوض بشه میگم این چیزی که باز دست یک شهروند ایرانی که نیستش ولی چیزی که میتونه آدم همیشه روش تمرکز کنه در بدترین و تاریکترین ترین شرایط خود فردش آدم خود قلب آدم روح آدمه ما همیشه این این قدرت انتخاب رو داریم که که تصمیم بگیریم برای خودمون که امروز تو این لحظه چیکار میتونم بکنم که زندگیم یه ذره بهتر بشه کوچیک این کار من خودم میگم مثلا روزایی که دقیقا همشون کلیشه که میگن کنگوشا تا این روزت همون روزه با پاشی برید جیم هم همون روز که حالت خوب نیست پاشو برو قدم بزن برو فلان کن برو سر کوچه بشین توی یه کافه از تنهایی در بیا یا هر چی هر چی که برای تو کار کنه همین این, این چیزای کوچولو جمع میشن و کلا تبدیل میشن به یک،, یک سری عادت خوب و حالا دام بهتر میکنن در صورت همه همون میان تو این شرایط یعنی بخواست بچه که تو ایرانن هن حکی یه جور یه, یه،, یه نوع کوپینگ مکنزم داره دیگه یه جوری با این قضیه کنار میاد بریم ویس بعدی سلام برای عزیز شبت بخیر کوتاهش میکنم چون کوتاهش میکنم چون دوست دارم که حتما صدام رو توی برنامه بشنوم خودت آشنایی به شرایط خواهر میانه ما جنگ رو از بچگی تو مدرسه ها شنیدیم نابودی این نابودی اون مرگ بر این مرگ بر اون از سنین خیلی کم توی مدرسه که جاش نیست اصلا یه بچه بخواد همچین چیزایی رو بشنوه حتی شاید چه بسه که راجش بدونه یه کره شمالی تو اشاره کوچیک‌تر شاید تجربه کردیم تو ایران ام این روزا مردم انقدر درگیر مشکلات معیشتی یعنی درگیر سیر کردن زن و بچه‌شون درگیر جور کردن جهیزیه برای دختراشون انقدر همه درگیر پاس کردن چک و دادن مهریه و میدونی خیلی خوب تونستن مردم رو جوری غرق کنن تو مشکل و بدبختی که حتی اصلا کسی فکرش هم نکنه که جنگ داره میشه و این چیزا توی تویتر آخرین چیزی که برای مردم انگار مهمه همینه فقط دوست دارن این موضوعی پیش بیاد بتونن با شوخی بکنن بهش بخندن برای آدمایی مثل من که دغدغه دارن دغدغه سیاسی اجتماعی دارن ایران بهترین جای دنیاست چون آدینست که مردم باشن آخرین چیزی که براشون مهمه دونستن واقعیت دونستن از دنیای سیاست دنیای اقتصاد دنیاست آخرین چیزی که دوست دارن بشنون امیده متاسفانه من توی کار فروشم نمیگم کجا نمیگم چه چون دوست ندارم خیلی جزئیات رو بگم چون میدونم در سر میشه برام اما چند روز قبل با یک مشتری صحبت میکردم که اهل کردستان بود یک پسر با فوق لیسانس ام بی ای از دانشگاه صنعتی تهران که رفته بود هزینه زیادی کرده بود برای یه بیزنس کوچیکی که میخواست راه بندازه و اگر که سرش کلاه گذاشته بودم من برای موضوع دیگه بهش دادم اما نزدیک 40 دقیقه شد با این مرد من صحبت سعی کردم. کردم که بهش امید بدم که ادامه بده حتی به این فکر کرده بود که خودشو بکشه در این حد توی سختی و مشکل غرق شده بود مثلا یادم رفت که زنگ زده بودم که چیزی بهش بفروشم سعی کردم که آرومش کنم تا جایی که دستم در حداقل بتونم یکم از دردش کم بکنم میدونم که تو دغدغه داری واقعا با اینکه میگی که برات مهم نیست سیاست مهم نیست برات اقتصاد مهم نیست برات میدونی میشنم ازت میگی که دوست داری دور باشه، اما درگیری به خاطر پدرت به خاطر خانواده خودت حتی که میدونم چه سختی کشیدن مردم ایران تو فشارن مردم ایران نیاز به کمک دارن مردم ایران خیلی مردم شریفیان. هن. این همه مشکل نیستن واقعا ما واقعا میخوایم آزاد باشیم خوشحال باشیم برقصیم ما با هیچ کشوری با هیچ مملکتی جنگ نداریم دولت ها که با هم مشکل دارن دولت ها که با هم میخوام بجنگن مردم ایران سال هاست نوازن و مهمون نواز هم میمونن ما نه با هیچ قومیتی مشکل داریم نه با هیچ نژادی مشکل داریم هیچ زمانی نداشتیم اما انقدر درگیر مشکلات اقتصادی هستیم که تا یه چیزی بولد میشه و شنیده میشه سری تریگر میشن ملت دوست دارن که بیان نظر بدن راجع به یک نژادی که حالا توی این مملکت مهاجره و داره زندگی میکنه متاسفانه بسیار بسیار شرایط سختی و هممون درگیرشیم ممنونم که بهش فکر میکنیم ممنونم که راجبش برنامه درست میکنیم مرسی از تو دوست عزیز آم، آره میدونی این فشارا که روی آدم میاد راحت ترین کار اینه که همیشه اون چی میگن اون کوتاهترین پلو یا چه بهش اصطلاحش نمیدونم چی به فارسی چی میگن یه 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 یه, یه 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 عواملی یه گروه آدمی یه هر چیزی رو به غیر از خودش مقصر بدبختی خودش بدونم دولت هم خب از این سو استفاده میکنن دیگه این همه جای دنیا از این سو استفاده میکنن به خصوص می خیلی فکر راستگرایی دیگه آقا تمام بدبختی تو بخاطر این مهاجر راسته بخاطر این قشر آدم و به جای اینکه مسئولیت رو بپذیرن دولت ها یا آدم ها دست گذاشتن رو این افکار خیلی غلط نجات پرستانه و ایزایی که قائل میشن باعث میشه که مردم نمیم چرا هیجان زده میشن و دورور این داستان و جمع میشن همین الان مثلا تو دنیای توییتر و تلگرام اینو ببینی یه ویدیو از یه قش آدمی نشون بدن و همه میگن آم ببین اینو چقدر کسافتن، ببین اینو چقدر بدن و اون هیجان آدم رو برانگیخته میکنه و تبدیل میکنه از, از یه ابزاری که دست میذاره روی بدبختی و تنفر آدم و اونو تبدیل میکنه به یک سلاح سیاسی همینجوری که بحث بحث از میگم مثلا توی تو همه کشور بحث ناسیونالیسم و این چیزهایی که من خودم خب خیلی موافقش نیستم دیگه اینا هم چیزی که دست میذارن استفاده میکنن آقا حداقل مرزامونو مثلا امن نگه داشتن یا فلان که اونم دیدیم کجا امن اینا اسرائیل هر اراده‌ای بخواد بکنه میزنه شتک میکنه اینا رو آم ولی آره یعنی من خودم هم در مورد منم که میگی مثلا یه روزه میگم میخوام فرار کنم برم مزرعه و بی خیال و دور از این دوستان و اون خود خب نصفی از وجودم اونجوری و نصف دیگه هم خیلی هم اتوان حضور داره و آگاهه و دوست داره فعال باشه خدمت بکنه و کمک بکنه و اطلاع رسانی کنه یه فکر کنم تعادل یه بازی که تو درون هممون هستش از یه طرفی همه یه احساس مسئولیت میکنیم و همه دوست داریم یه جوری که بشه در راه چیز بزرگتری یه خدمتی بکنیم ولی یه روزایی هم همه کلافه ایم و تنها نگرمون همون نارنگی است که آقا چرا نارنگی ندارم و و, کن و لق دنیا من فقط یه نارنگی میخوام آم... ولی میفهمم حرفاتو و دمت کم که با همون به اشتراک گذاشتی خیلی مهم میشه یعنی این حرفا سلام دوم امیدارم که حالت خوب بشه من دو هفته هستش که ماجرت کردم و خب حسولی که دارم حسول عجیبی روز اول برام جور بودش که همین گفتم ماجرا مثلا چیز سختی ولی خب من گفتم اوکی من دارم واسه جایی فرار میکنم که همش جنگ و بدبختی و, و فلانه ولی روز اولی که رسیدم این غمی تجربه کردم که قابل توصیف نیست انگار تمام زندگی تو از دست بدی بعد در این کامل کامل پوچ بشه در هم خیلی احساس بدی بودش <تصفح> روز اولی شاخ فراموش نمیکنم که وقتی چون یکی از دوست هم اومده بود دنبالم همین وقتی که اومد خونه و وسایلم گذاشت و اینا در که بست و رفت من واقعا نشستم گریه کردم و گریه بودش که کل بدنم داشت انگار این اشک از اعماق وجودم میومد یه جوری مثل گریه سر قبلی که تمام وجودتو انگار حس میکنی که داره از درون میلرزه این حس روز اولم بود الان تقریبا بعد دو هفته حسه میشه گفتش که تغییر کرده میشه گفتش که دیگه اون قمه نیستش ولی خب حسی که برام هستش اینه که اصلا متعلق به اینجا نیستم یعنی از جایی که اومدم رویان بود آرزو داشتم که بیام اینجا ولی الان بینم که اصلا متعلق اینجا نیستم اصلا واقعا نگاه متعلق به اینجا نیستم و واقعا حس میکنم که حس بیوطنی همیشه با دادم که ماجره کرده بودن میگن که حس بیوطنی میکنی واقعا این حس رو تجربه کردم که انگار بیوطنم دارم جای زندگی میکنم که هیچ حس تعلقی ندارم و احساسش احساس عجیبیه که تو می می کردم دور بر سفر کردن کار خب سکو تنهایی توی محیط جدید و تو محیط جدید هست نمی که واو اونجا جایی که آرزو شو می شون می انگار چی همون ستینگ سابقه و اصلا تو رو از این مختصات جدید برداشتن گذاشتن یه این جایی دیگه انگار تازه متولد شدی مثل بچه و یه سوال عجیبیه و همش به این فکر می که برگردم بر نگردم این دوره یه ای هست شاید خب برام می که تصمیمی که به نظر میاد چون نمی تونم بگم تصمیم درستیه غلطه که نظر میاد چی درسته و خب اخبار ایران رو حیاتش دنبال نمی کنم شاید خیلی خودخواهانه به نظر بیاد ولی خب اخبار ایران دنبال نمی کنم و اوکی هم اینکه آدم خودخواهی به نظر برسم ولی خب اخبار ایران دنبال نمی کنم برای مهم نیست چه چه اتفاقی می بیشتر بر خودم مهمه که اینجا خودم وفق بدم هر چند میگم حالا عزیزانم بر مهمه ولی خب نمی دونم شاید من خودخواهی من و همین اومدم اینجا بیشتر واسه من مهمه که اینجا وفق پیدا کنم در کل خب. نمی خوام ویسم طولانی بشه و فکر که حال خوب بشه اصلا ام um. آره این این بحثم خب میدونی یه یه عواقب دیگه داستان کشوری که خیلی وضع سیاسیش خوب نیست وضع اقتصادیش خوب نیست خب مهاجرت که این پادکست هم ما خیلی اپیزود در این موضوع صحبت کردیم و بازم صحبت خواهیم کرد خیلی وقتا هم بیشتری مهاجرت هم اجباریه یعنی اجبار نه اینکه مثلا برای بعضی ها خب واقعا بخاطر جونشون در خطر برای بعضی ها واقعا از لازم اینکه فرصت یا امکاناتی براشون نیستش تو ایران و به دنبال چیزی بزرگتر و آرمان های بزرگتری هستند و فقط اینو در چارچو میبینن که بتونن برن یه جای دیگه و توی این هم خب میگم متعلق شدن به یه جای دیگه کار راحتی نیست این ترانزیشن به یک فرهنگ و کشور جدید کار راحتی نیست ولی شدنیه کاملا بسی که با خودت به روحیه خودت هم خیلی ربط داره و چجوری خودت تو چه جاهایی قرار میدی من همیشه این مثلا میگم این مثالش هم زدم که توی ای این ور دنیا مثلا توی یه شهرهای مثلا چه میدونم تورانتو یا ونکوور یا خود دیگه ایرانی زیاد هست حتی مثلا الی باز کانادا اینجوری احساس کنم بیشتره ولی اصلا تو واقعا میتونی کل زندگی توی این شهرها زندگی کنی تو تورانتو و ونکوور به خصوص و یه کلمه انگلیسی یاد نگیری یعنی از همون بقالی و اداره و دفتر همه چیز فارسی زبان هستش خب تو وقتی که همش توی فرهنگ خودت قاطی باشی و تو اونجا باشی و با آدمای دیگه قاطی نشی خب چجوری میخوای یا یاد بگیری که اصلا اون دنیای جدید چجوری چجوری میخوای کش کنی چیزهای جدید و با و خب طبیعتاً طبیعتا باید با قشرا و آدم‌ها و اکیپ های مختلفی بری هنگات کنی و معاشرت بکنی تا دستت بیاد که چی به چیه اون تو،, تو اون فرهنگ و تو اون جامعه و آره یه از اون بحث خودخواهیش هم میفهمی طرفی این ورد ورد میگه این ولی میگه دیگه ایران به من چه رب من دارم اینجا زندگی میکنم من اینجا دیگه رای میدم ولی میگه ما ایرانی ها همیشه آم... یه این حتی از ایران بیای بیرون بکشی بیرون هر چه جوری هم بخوای فراموش کنی و بهشم فکر نکنی اصلا جزی از وجودمونه لامصب یعنی یه جوریه که همیشه ها میگم میگم تو نمیتونی ایرانی باشی و سیاسی نباشی تو میتونی آمریکایی باشی و سیاسی نباشی اصلا نصف آدم آمریکا رأی نمیدن اصلا برو همین مصاحبه رو نکن از هر کی تو خیلی میپرسن آقا ترامپ کیه یا کامالا کیه و سیاستش 90 درصد در آدما نمیتونن اصلا به تو جواب بدن واقعا یه بیشتر یه به قول یه پاپولاریتی کانتست یه مسابقه شهرت که کی معروف داره و تو میگم فقط 5 درصد در آمریکایی رأی میدن ام یعنی اینجا میتونی تو زندگی خیلی ناآگاهانه زند... بکنی و تخمت باشه ولی تو جایی مثل ایران که هر تو هر چارچوب زندگی چه داخل اینا چه خارج از ایران این دولت داره هی انگلک میکنه و هی سرکوب میکنه و هی آدم چاره ای نداره جز اینکه یه جور فعالیتی بکنه آگاهی داشته باشه و سعی کنه در هر چارچوب کوچیک خودشم باشه یه جوری یه خدمتی بکنه من نمیگم حالا مثلا یه کار بزرگ و تغییر من خودم مثلا با این پادکست هم که میام و شیر میگم با آدم مختلف حرف میزنم شاید در نقش خودم یه فرهنگ سازی کوچیکی بکنم مثلا چرا ربطی به سیاست نداره شاید به نستای بعدی مثلا کمک بشه چه میدونم یعنی امیدوارم اینجوری باشه آم ولی آم درک میکنم دیگه و اون اون حس اون بی حس شدنه نسبت به, به, به به, به کشور خود ولی از اونم میگم میگی متعلق هم نمیشی و اونجا احساس متعلق بودن نمیکنی میدونی خب با تکلیف خودت به خود, خود روشن کنی و قدر موقعیت رو بدونی چون خیلی آدمایی هستن که آرزش بود که جای تو بودن کلا دنیا امروز خود منم دارم میگم یعنی ما ما خیلی باید خیلی بیشتر از این حرفا قدر قدردان زندگی همون باشیم و شکر کنیم که چقدر تو موقعیت خوبی هستیم بخصوص ماهایی که توی خارج زندگی میکنیم و زندگی خیلی خوبی داریم و همش قور میزنیم واقعا من خودم اعصابم خود میشه اصلا میگم چه وضعشه سلام رام چطوری گفتی وایس بفرستیم میخواستم بگم که سوال من که توی خارج از ایران توی استرالیا زندگی میکنم خیلی دور از خونه و فقط پنج سال اومدم اینجا Uh, ولی و همه خانواده هم اونجا همه دوستام حس حالم اینه که از طرفی فراستریتد که مثلا ah, you know, uh, همه این اخبار جنگ و um, همه این اتفاقا کیفیت زندگی رو خب میبره پایین تو ایران برای تمام کسایی که تو ایرانن، uh, و از طرفی تو ایگنورنس هم که نه nah, بابا جنگ نمیشه اینا همه شعافه uh, و سعی میکنم uh, مثلا ایگنور کنم اتفاقایی که میفته رو ولی داستان جالب دارم اینکه این که هرچند که ما همه ما اگه جنگی بشه هر چیزی بشه باعث نمیشه که ملت ها اصلا جدا بشن برای من جالب بود که توی سفر بودم هفته پیش تایلند یه ساحل دور افتاده بود که فقط با چیز اکسس داشت با از این بوتا اکسس داشت ما اونجا بودیم توی یه باری جمایکن بار روی زمین نشسته بودیم و دو تا دختر اسرائیلی به همون جوین شدن من نشستیم همینجوری منو دوستم بودیم چهار تا دختر نشسته بودیم داشتیم حرف می زدیم و یکیشون چشمو چشم ابری ایرانی داشت به من گفت به ما گفت فشار من مامانم ایرانی یهودی بوده و پنجاه سال پیش مهاجرت کرده به اسرائیل و خیلی راجع به سیاست و همه چی حرف زدیم ولی در آخر دوست شدیم ما هم کلی گفتیم خندیدیم و بهمون به ثابت شد که با اینکه دولت‌های اسرائیل و ایران همیشه با هم در جنگ هم ولی چه تاریخ مشترک و مردم مشترکی با هم دیگه داریم حتی من یه همکاری دارم که اون هم تا همین اخیرا دیروز فهمیدم که بک‌گراند ایرانی داره و تو اسرائیل زندگی میکنه و به خاطر اینکه فقط یهودی بوده مثلا موو کردن اسرائیل و برام جالبه که ببینم که با اینکه ایران و اسرائیل سعی میکنن که همشه با هم تو جنگ باشن ولی مردمش چقدر به هم نزدیکن بگراند های یکی داریم نمیدونم از یه منطقه میدونیم و دقیقا اون شبی که ما نشسته بودیم کلی حرف زدیم و هم کلی دوست شدیم سیگار کشیدیم درینک زدیم فردای اون روز اسرائیل به ایران حمله که اون داستانایی که ایران تو هوا ها رو زد و دقیقا این موضوع برمیگرده به یک هفته پیش یک شنبه صبح یعنی میشد میشد مثلا شب ایران چهار صبح ایران که اسرائیل حمله کرد و فرداش باز ما اون دختر رو توی سیم هتل بودیم همدیگر دیدیم سلام کردیم و هیچ تغییر ایجاد نکرد به اینکه چه حس و حال داریم فقط فرستریتد بودیم فکر کنم تنها تغییرش این بودش اره همین این داره زیاد میشه بایسم من کاتش میکنم همینجا خیلی عزیز اره آره واقعا من همیشه میگم اصلا آدم اون اون آب, آب خاورمیانه میانه چی توش سم می بوده که از دجله و فرات و اوایل تمدن تا الان یه تیک همه دارن با هم می جنگن. و عجیبترین ترین چیز چه اینه که همه اون آدما اون ادیان و اون تمام تفکرها و فرهنگ ها و قضا اصلا اینقدر شبیه هم دیگه است انقدر به هم نزدیکه و آدم شاخ در میاره که چرا انقدر همش دارن یه چند هزار سال دارن به جون هم دیگه میفتن نمیتونن آروم بگیرن کنار هم دیگه آدم میدونی اعصابش خوبه شما دو تا بچه هستن دارن با هم دعوا میکنن سری اسب بازی همین جوری که بابا گایدین بابا یه جوری با هم شیر کنید و کنار بیاید من نمیدونم حالا من بچه ندارم این مهم با بابا چیکار میکنن این وقت بچه هاشون دارن دعوا میکنن سری اسب بازی چه جوری حل میکنن شاید یه سری مهم بابا اینطوری با برن بشن یا یا دادن مثلا یو اف سی تو من میگم یا بعد برن دور هم دیگه بشن آیا واسکا بزنن همه این رئیس جمهور رو رهبر و نخست وزیر یا یو اف سی توری مثل جنگای زم... زمان قدیم بودن که فقط دو نفر قلدر خفنای دو, ت... دو طرفه میدن وسط و ما دو نفری با هم میجنگیم هر کی پیروز شد دیگه اون یکی تسلیم میشه و فلان علیکی اینقدر مردمو به گا میدن و اذیت میکنن یعنی ایران یعنی واقعا توی این همه کهکشان و دنیاهای موازی و تاریخ و زمان زرتی ما ایرانی با توی این موقع به دنیا می اومدیم یعنی حداقل اون قبلش رو نتونستیم تجربه کنیم حداقل یه ذره دو تا کاواره می رفتیم و اشغال می کردیم یعنی واقعا دارکترین دوره تاریخ ایران شانس ما این بود که توی این دنیا باشیم همیشه میگم اگر اگه بچه لوکزامبرگ بودم یه کشور بی ربطی که هیچ وقت هیچ جنگی توش نبود و تاریخ سیاسی از غربی نداشت و بخت زندگی شاید خیلی نرم تر بود ولی شاید همین هیجانا و این دیوانگی تاریخ و فرهنگمون باعث میشه که زندگی ما با چیز یه رنگ و بوی خاص خودش پیدا بکنه چی بگم در مورد جنگ گفتی بویس بریم من خواستم دو تا نکته بگم یکی اینکه اولا این جنگ نیست یعنی هنوز نیست شاید بشه یه روزی ولی خب موشک پراکنی و این گندگوزی هایی که میکنن اون جنگی که با عراق تجربه کردیم نیست خیلی تفاوت داره دیگه اون جنگ تمام یار بود دو تا کشور هم مرز بودن به خاک ما چشم داشت عراق ولی خب این یکی فرق داره فرقش اینی که دنبال خاکمان نیستن و خیلی فاصلشون دوره مرز مشترکی ندارن دشمنیشونم هم با اون ایدولوژی رژیمه که سالهاست از همون روز اول دنبال جنگ و مرگ و مرگ بر این و مرگ بر اون بود این یک دو من جنگ بده جمهوری اسلامی از جنگ بدتره چه و پنج ساله زندگی ما زندگی نسل های مختلف تو ایران با غم و استراب و استرس و ناامیدی همراه بوده چه جنگ باشه چه نباشه ولی نهایتا شاید 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 یک شاید, شاید این اتفاق و حس ما تجربه اون حس حسوحال باشه،, باشه که مردم فرانسه داشتن وقتی از دست نازی ها نجات پیدا کردن توسط بریتانیا و امریکا نمیدونم شاید برای من اینطوریه امیدوارم که اینطوری این باشه چون نهایتا مبارزه سیاسی هیچ موقع بدون هزینه نیست هر هم که بگه بدون هزینه باشه رویا فروشیه واقعا تو واقعیت اینطوری کار نمیکنه که ای کاش که اینطوری بود که ای کاش با یه بشکن زدن همه چی حل میشه ولی نمیشه و متاسفانه باید گاهی از راه های سخت این, مسیر رو ادامه داد چون های سختی رو انتخاب کرد امیدوارم امیدوارم اتفاق بدی نیفت خیلی بدی نیفت و نهایتا این یه طعم رهایی رو بچشیم و دست اینا واقعا زندگی خیلی سخته که ببینی چند سال عمر کردی و هر روز هر روز ناامیدتر میشی نسبت به آینده و این کورس و امیدها انقدر سخت و ترسناکن با اینکه امیدن با اینکه میتونن مثلا یه راهی باشن ولی ترسناکن نمیدونم از سوالم اینطوریه مرسی ازت آره میفهمم تست حال تو و یعنی به نظر من اشتباه نمیگی مبارزهای سیاسی معمولا یه هزینه خیلی سنگینی دارن بین بیشتر وقت تاریخ اینجوری بود اگر اشتباه نکنم اگه حتی به انقلابای مخالف ناکنی و به برکنار شدن از سری دولت ها بیم در یک دنیای ایدئال خب آدم دوست داره از صلح راه از مسالمت امیزترین راه و بدون خوشونت راه راه ممکن میدونی به اون آرماناش برسه ولی چقدر از این حرفا فقط ایدالگراییه و در واقعیت چه چه, چه،, چه واقعا لازمه که آدم به, به آزادی بیشتری برسه توی, توی اون مملکت و من اینجوری که قام توجیه یا تشویق جنگ بکنم منظور من این نیست منم دارم سوال میکنم از شما و میفهم برای بعضیایی که میگن اون احساسی که میکنم به خصوص برام خیلی جلبه خیلی داخل ایران یعنی احساسشون اینه واقعا که باید یه قدرت قوی تری بیاد بزنه یه سری از انفرسترکشور ها و دم و دستگاه و چیزای نظام بزنه و خورد کنه تا مردم بتونن دوباره اون انگیزه رو پیدا کنن که بتونن اون اون هول آخر رو داشته باشن برای اینکه این, دولت رو برکنار کنن ولی از این طرفی هم خب اینا هم خر نیستن باهوشی هستن و خودشون رو میدونن برای تو قدرت موندن باید به مردم آزادی بیشتری بدم با کنار بیام یعنی اگه من میشین که 80 20 مثلا میگم 20 درصد اینو فالوورای هارد کد اون 80 درصد بقیه جامعه اه واقعا اه موافق نیستن با با روش اینا ضد اینا هستن کاملا ولی اینا همیشه یه جوری نمیدونم چه جوری اون اون بیس بی خودشونو که که خر میکنن یه جوری راضی نگه میدارن و هر از گاهی مردم مردمو کتک میزنن و اذیت میکنن و سرکوب میکنن و زندانی میکنن بدبخت میکنن ولی از اونورم سعی میکنن که یه ذره شلتر کنن Uh, مثلا دنیا نشون بودن که آقا وجهه خودش نشون که نه بابا اینجا ببین ما که هم خیلی هم اتفاقا آزاده و فلان و این شرط و پرتا ولی واقعیتش اینه که تا وقتی که این uh, با, با این تفنگ بالا سرمون باشن چیزی تغییر نخواهد کرد یعنی اینا هم فقط با زور و توفنگ و چماغه که دارن مردم رو کنترل میکنن از برم میگم انقدر اینا پول دارن و uh, متاسفانه روسیه و چین و کشورهای قدرتمند دیگه این هند و اینا که با اینا بیزنس میکنن و پشت چون هم وای میسن اه... یعنی به این سادگی هم نیستش یعنی کل این ماجرا یعنی دیدیم دیگه هر دفعه توی هر کدوم از این اه... مبارزه‌ها دیدیم که اینا یه yeah. هنر سرکوب توش واقعا اینا پی اچ دی دارن فوق دکترا دارن اصلا از همه اشتباهات شوروی سابق و کشورهای همسایه و دوروری دیگه اینا درس گرفتن که چیکار کنن چیکار نکنن که برای من هیچ وقت تو تاریخ ایران نگاه کنی هیچ وقت اینا نمیان از مردم معذرت خواهی کنن یا حمایت کنن کم بیره. همیشه همیشه فقط دروغ بیشتری میگن خوشنط بیشتری اعمال میکنن و بیشتر و بیشتر فقط سعی میکنن بپیچونن داستان منفع خودشون به جن که بیان میدونی مسئولیتی بپذیرن برای هیچ کم از کارهای غلطشون این دیگه واقعیتی که همه دیگه باش مواجه هستیم و میدونیم دیگه بریم ویس بعدی رو گوش کنیم سلام امرام عزیز این پیام رو دارم برای درخواستی که کردی که ما احساساتمون رو در رابطه با شرایطی که ایجاد شده و وضعیت جنگی که حالا یا وارد شدیم یا داریم واردش میشیم بیان بکنیم من احساسم اینه که شاید چیزی که دارم تجربه میکنم مدلی که دارم با این موضوع مواجه میشم خیلی مدل رایجی نباشه ولی به خودم گفتم که مثلا خب هم مد نظر دیگه قرار نیست همه یه جور باشن یه جور مواجه بشن که برای همین گفتم منم هم این وایس رو بذارم شاید هم در عمل وقتی تو گوش میدی ببینی که خیلی دیگه هم هستن که مثل من فکر میکنن و مثل من دارن مواجه میشم با ماجرا جوری که من دارم با ماجرا مواجه میشم یه جور حس نام بودن یه جور بی‌حسیه انگار اصلا اصلا کاملا دارم سرپوش روش میذارم و بهش کاملا بی‌توجهم و بعد که بهش فکر کردم که چرا اینطوریه یعنی حتی اینجوری بگم مثلا بستگان ما خارج از ایران هستن زنگ میزنن بعضی وقتا و به خاطر نگرانی که دارن که کجایی چیکار میکنی نمیدونم کدوم سمتی فلان و من یک کم بعضی وقتا زمان میبره که یادم بیاد که اصلا چرا دارن این حرفو میزنن بعد یهو یادم میاد که آها به خاطر شرایط جنگی که الان هست مثلا نگرانن که این سوالو دارن میپرسن و بعد که بهش فکر کردم که چرا یعنی سعی کردم حس خودم رو یه ذره کنکاش کنم در موردش دیدم که اون چه که من دارم تجربه میکنم اینه که یعنی من مدلی که دارم این ماجرا رو میبینم این وضعیت آشفته ای که تو خبر میانه به وجود اومده و این کانفلیکت جدید به طور خاص من دارم اینجوری تجربهش میکنم که مثل یه آدمی که داره مریض میشه من بخوام خودم این تصویر سازی رو که تو ذهنم میکنم و بخوام بگم یه آدمی داره مریض میشه و بعد باید نگران این باشه که اگر مریض شد کسی قرار نیست بیاد بهش بگه ای بابا مریض شدی بیا مثلا من ازت مراقبت میکنم بلکه قراره که آدما بیان و شروع کنن به گونه ای شماتت کردنش بگن که ای مریض شدی ای بابا ما در سر درست کردی حالا ما تو رو چیکار کنیم مریضی تو رو کجای دلمون بذاریم وضعیت وزیعته... من خودم تجربه زندگیم تو ایران اینجوری بوده همیشه که وقتی اوضا به هم میریزه اتفاقا کلا میزان شفقتی که نسبت به تو به عنوان شهروند وجود داره از همه سمتی کمتر میشه یعنی مثلا آدم ها بیشتر به اون سمتی میرن فضای سوشیال مدیا فضای آدم های تأثیر گذار بیشتر به اون سمتی میره که انگار از تو انتظار داشته باشه که حالا یه اکتی رو بکنی یا یه اکتی رو نکنی یا یه سایدی رو بگیری یا نگیری یا یه قضاوتی بکنی یا نکنی و انگار من علاوه بر مشکلاتی که قرار ایجاد بشه اون آزادی و اون زندگی کردن و اون که بتونم آزادانه خوش باشم و خودم باشم و زندگیمو بکنم خیلی سختتر برام در دست رسه و از این می خیلی, خیلی بدم میاد از این فضایی که اتفاق میفته خیلی بدم میاد نمیدونم منظورم تونستم خوب برسونم یا نه اینکه به خاطر اینکه یه فشاری ایجاد میشه توی جامعه که انگار این فشار به همه افراد داره وارد میشه و این دینامیکی رو ایجاد میکنه که انگار انتظارات زیادی از هر سمتی نسبت به هم آدم ها وجود دارن خشونت جاری توی مثلا شبکه های اجتماعی این اونور خیلی زیاد میشه و من انقدر از این موضوع بدم میاد که انگار دوست دارم وارد این بازی نشم انگار اینجوریه که هر چی بشه بشه دیگه من نمیخوام وارد این بازی بشم که همش بخوام ذهنمو درگیر این موضوع کنم و راجبش با آدمو را صحبت کنم این اتفاقی که من اینجوری دارم تجربهش میکنم دمت گرم خیلی کار درسته آره میفهمم دیگه واکنش خیلی امورم بهش همین این چیزی که خودت گفتی اول نام بودن و بی بودن سر شدن به خیلی هم بده دیگه خیلی ترسناکه که ما نسبت به اینجور خشونت ها این از طرف بیحس میشیم از طرف انقدر دیگه رایت شده تو همه جا توی دنیای واقعی توی دنیای مجازی من خودم مثلا بعضی وقت تعجب میکنم مثلا تویتر انقدر توش تصاویر وحشتناک و خشن میبینم همینجوری مثلا اینا رو فالا نمیکنم مثلا نمیم چرا الگوریتم اینقدر چیزایی دارک رو به هم نشون میده بس آدم حالش گرفته میشه آ... حالا تو فکر کن توی زندگی روزمرد تو مواجهی با همچین چیزهای تاریک و تلخی هر روز باز این ور دنیا چطور تو اونقدر مواجه نشی چون تو جایی مثل ایران که هر لحظه ممکنه زندگی تو بزنن نابود کنن و برات پرونده سازی کنن یا بیندازن زندان یا از اون موشک بخوره تو سرت یعنی هر روز صبح میشه میشی یه پول تو در نیری دلار انقدر شده دو هزار تا داستان مواجهی هر روز ببخشید این غیر قابل پیش بینی بودن زندگی خب آدمو روانی میکنه این که هر لحظه ممکنه همه چی زندگی نابود بشه خب معلوم آدمو دیوونه میکنه و میفهمم چرا واکنش بعضی اینه که اصلا آقا من کات من اصلا زندگی دیگه برام مهم نیست بمیرم نمیرم فلان بشه هر چی اصلا نمیخوام به این چیزا فکر بکنم چی بگم والله سلام رامین عزیز ارادتمندم چون گفتی زیر سه چهار دقیقه مجبورم که سریع بگم و خلاصه بگم شاید باورت نشه برای چه آدم هایی تو چه شرایطی تو چه موقعیت هایی تو چه سختی هایی حداقل یک بار نجات بخش بودی و یه جون دوباره بهشون دادی من پزشکم یه پزشک جرا شایدم الان مدت هاست که دیگه فرصت نکردم پادکستاتو گوش بدم ولی یک روزی تو اوج ناامیدی تو اوج این که فکر میکردم دیگه از این بدبختر نمیتونم باشم زمانهایی که 72 ساعت 72 دو ساعت دو دوره تخصص نمیتونستم بخوابم و اون دوری پرچالش تخصص که به خاطرش هر سال تعداد زیادی از همکارای ما خودکشی میکنن انصراف میدن از ایران میرن انقدر این دوره پرچالش و سخت بود و در بی نهایت فقر و دوری از خانواده اون زمانی که واقعا دیگه در اوج ناامیدی بودم خیلی اتفاقی اصلا نمیدونم چجوری با پادکست آشنا شدم و از اپیزود یک دو سه همینجور خودم اون موقع در اوج افسردگی بودی خلاصه میخوام بگم که در مورد حال هوای جنگ و بحران و اینها گفتی به قول شاعر مرا به سخت جانی خیش هرگز این گمان نبود ما ایرانی ها در طول تاریخ انقدر مصیبت و بحران پشت سر گذاشتیم که خود بحران شرمنده شده دیگه از دست ما ما سخت جون شدیم ما سخت پوست شدیم ما سگ پوست شدیم به قول اون جوون عزیزی که این روزا کلیپش خیلی تو اینترنت دیده میشه میگفت که همونجوری که تا طلاق نگرفتین، تا ازدواج نکردی نمیتونی طلاق بگیری تا زندگی نکرده باشی نمیتونی بمیری ما درسته زنده هستیم و زندگی نمیکنیم ولی نمیمیریم ما نمیمیریم ما مرگ رو شرمنده میکنیم بوران هست، مصیبت هست، جنگ هست. بوده همیشه بوده، سیاهی تاریکی. ما ایرانیا ثابت کردیم به تاریخ که بالاتر از سیاهی رنگی هست. و بالاتر از سیاهی امیدی هست. نمیدونم در اوج این بدبختی ها و مصیبت ها و اینها من فکر می کنم هنوز امید مردم ناامید نشده. خیلی روحیه ها گاهی اوقات پایین میاد، خیلی خشونت ها، ها زیاد هست، ولی امید فکر می کنم آخرین چیزیه که ما از دستش میدیم و خودم فکر نمی کنم به اون نقطه برسیم قطعا قبل از اون اینکه به اون نقطه پایانی برسیم ما مزه زندگی کردن رو خواهیم چشید خلاصه خیلی دم شما گرم خیلی دم شما گرم مراقب خوبی باش و به خاطر همه لحظات خوبی که برامون ساختی ازت ممنونم سپاس خدا نگهدارت بابا دمت گرم دیدی چی میگن از اون صحبت های... ناخواسته انگیزشی شد که کلی تاثیر گذار بود اصلا فکرش نمی کنم یه وایس تو این وایس رو هم گوش نداده بودم خودم قبل از اینکه اپیزود درست کنم یه سری رو فوروارد کردم توی چنل صدا و اون که چقدر با مرگ و شرمنده میکنه واقعا در واقع بالاتر تی تاریک تر از سیاهی هم رنگ هستش اینا چقدر جمله قشنگی چقدر شاعرانه اینا رو بعضی چون لیریکس استفاده کنم توی موسیقی اینجا ازت اجازه میگیرم اگه پسورد استفاده کردم نگی کپی رایت و خیلی جالب بود طرز فکر تو خیلی دوست دارم دوست عزیز چقدر قلب و قشنگی داری و چقدر چقدر, چقدر چیزها ها واقعا یه نفر که با همچین عشقی صحبت میکنه چقدر واقعا کنتیجست هم چه مد... چی کلمه فارسی همیشه یادم بیرم حتی که با آدم دیگه پخش میشه ولی آره دیگه اون، اون،, اون, اون, با اون حس و حال که, که صحبت میکنی یعنی منم قشنگ انرژی تو رو گرفتم یعنی حال منم بهتر کردی یعنی با همین یه دو سه دقیقه حرف زدن تو میگی من اپیزودای فلان هم کمکت کرد الان همین یه جمله تو هم برای من یه, یه کارمایی بود که به من پس دادی که واقعا دمت کم لازم داشتم مثلا اینو بشنوم دمت گرم خیلی آدم بالی هستی دوست عزیز امیدوارم که الان یکی از خفن ترین جراحای دنیایی یکی دو تا وایس هم بیشتر نمونده و بریم گوش کنیم و بعد بریم سلام کینگ رام خوبی من, من همیشه میخواستم برات وایس بگیرم ولی یا همیشه دیر به اپیزود میر... اپیزودات میرسیدم یا نبود کالا ولی قنا خوشحالم که فرصت دارم واقعیت کینگ رام من من 90 20 سالمه و هر روز قیمت دلار هر روز خبر جنگ هر روز آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه تحریم جدید واقعا به گا رفتم که میرم واقعا واقعا به گا رفتم اصلا ترس از آینده هر روز داره چکمش روی گلوی من فشار میده هر روز اینطوری هم که آیا من این شغلی که دارم انجامش نه آینده کاری داره آیا سر تحریم های ایران ما به گانه میریم ما بدبخت نمیشیم من برنامه نویسم خب بعد میدونی که دیگه اینترنت تو ایران بگیر نگیر داره هر روز ممکنه قطع شد واقعا خستم که ایران. واقعا خستم مرسی که گوش میکنی به حرفمون و میذاری که این احساسات و منفی رو با هم دیگه بروز بدیم خیلی دوست دارم که این رو بروز مرسی از تو عزیزم آره بعضی تنها تناکاری که منم میتونم بکنم واقعا می شنیدن صدای شماست یعنی نظریه حرف من چیزی بهش اضافه نمیکنه هم که شما بیا خودتون خالی کنید و بقیه بچه هم بشنون و با شما هم احساس همدردی و همدلی بکنن مهم همونه بریم ویس آخرم گوش کنیم و بریم به زندگیمون برسیم رام عزیز نمیدونم ویس ها من به گوشت میرسه یا نه اما به نظر من توی این هواشی که داره اتفاق میفته داخل ایران و این ناراحتی که داره پیش میاد من خیلی 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 به نظرم همه چی تلمبار شده و هیچ کس پشت اون یکی رو نمیگیره و حتی توی مجازی چه برسه به واقعیت هیچکس هوای هم دیگر رو نداره و اون عشق رفته و اون مردمی که پشت هم بودن دیگه نیست به نظر من خیلی ها هستن چند نفری هستن که هنوز پشت همن و خیلی ممنونم ازشون ولی یک سریای دیگه که کوتاه فکر میتونم بهشون بگم نیستن و خیلی خیلی سخت میکنه شرایط تو تا چند نفر میتونن حمایت کنن و این این تربیت افتضاحی که این جمهوری اسلامی روی مغز همه ما گذاشته اینا با من مونده و اون آدم هایی که حمایت نمیکنن و پشت هم دیگه نیستن و تشکیل داده و من واقعا خیلی خیلی ناراحتم امیدوارم یه روزی برسه که هممون پشت همو بگیریم قشنگ میدونیم مثل یه خانواده کنار هم باشیم و همو قضاوت نکنیم مردم یادشون رفته آزادی رو این دختر یکیشون نمیدونم ویدیو شدی یا نه لخت شده و هم لخت هم نه با لباس تیر بوده و همه میگن خب چرا لخت شده خب چه کاری بود یادشون رفته که آزادیه این بدن خودشه و تمام دنیا اینجوری آزاده یادشون رفته این بحث آزادی رو و مون و احساس میکنن اون پوشش باید یه چیز عادیه و من واقعا نمیدونم از بغض صدام معلومه یا نه ولی خیلی امیدی نمونده واسم سر این موضوع ایران و امیدوارم یه 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 بمبی یه چیزی یه بمب منظورم افکاریه یه یه اتفاق عجیبی بیفته و همه همه دوباره یادشون بیفته ایران چه بود و چه میتونه باشه خیلی ممنونم از گوش دادمت دمت بود دوت مرسی که وایس فرستادی آره میفهمم من همیشه اینجا قور میزنم خودم از تمام تنفر و دعوایی که توی دنیای مجازی ایرانی پیش میاد خیلی واقعا زننده و اعصاب آدم خوش همه ماها به نظرم یه نقشی میتونیم بازی کنیم که یه نور بیشتری باشیم توی اون تاریکی ها ما جزی از مشکل نباشیم به جای که ما هم بیایم پرخاش کنیم و با همه فوش بدیم با همه درگیر بشیم و دعوا کنیم سعی کنیم از یه راه مثبتتری و اونجوری که خودمون دوست داریم آینده که دوست داریم دوش بسازیم برخورد کنیم اما اوایل که دوستان میگه ما تنها چیزی که ما روش کنترل داریم رفتار واکنش و افکار خودمونه و اگه از خودمون با شروع کنیم یعنی میگم من هزار بار گفتم من, من تو زندگیم نیومدم مثلا به کسی فوش بدم آنلاین یا هر چی چه اگر به کسی هم فکرم تو زندگیم فوش شدم و فقط جمهوری اسلامی بوده یعنی به شخص کسی بیام در اگرم با کسی مخالفت باشم سعی میکنم بیام توضیح بدم درست ولی اگر اونم جنبه شده شده اگر بخواد ترول کنه و بولی کنه و گلوری کنه که فایده ای نداره چیزی حل نمیشه ولی مرسی مرسی که با من در, در میون گذاشی افکارتو تو و منم امیدوارم یه روز یه جرقه گنده ای باشه برای ما که تکون بده ما رو و برگردن به اون انسانیت واقعی خودمون که پر از عشقه و پر از بدونی اون 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 همون حس و حال انسان بودنه که همه هم هوای همدیگه رو باید داشته باشیم این این دختره منم فیلم شدیدم دیدم امروز و دو تا حالت بیشتر نیست یا یه حرکت اعتراضی بود یا به خاطر حال و هوای مشکل بیماری مثلا چیا منتال هلت ایشو بود مثلا در هر صورت چیزی که منو خیلی ناراحت می‌کرد اینه که خیلی مدت تصویر فیلم می‌گرفتن یا داشتن بهش می‌خندیدن یا کسی اصلا نمی‌رفت که کمک کنه این بنده خدا رو و این خیلی قبل منو میشکن که آ اینم یکی از این خواهر مادر دختر خودمونه و به جای اینکه اینجوری برخورد کنیم به جوری بریم حمایت کنیم کمک کنیم سپورت کنیم این ور دنیا این هستش این موضوع یعنی آدمی که رو میبینی تو خیابون خیلی به نظر آف میزنه هرچی همه میخوان سریع یه جوری از کنارش رد بشن یا اووید کنن و اونم یه انسانه اونم یه مشکلی داره یه ای داره و بعضی وقتا فقط نیاز به یه بغل یا شنیده شدن یا چیز خیلی تر در این ممکن که مثل آزادی و عملیت خودون شخص و بدن خودش باشه که مهمترین چیز هم هستش واقعا برای انسان و خصوص برای زنها توی کشور ایران نمیدونم دیگه خلاصه این حال و هوای جنگ میدونی اه... خیلی همه چیز عجیب و غریب کرده انتخابات چند روز دیگه است اونم خیلی سرنوشت ساز خواهد بود و خیلی میگن آقا این ور بشه ایران بدتر میشه که می اون اونوری بشه ایران بهتر میشه ام... نمیدونم نمیدونم واقعا خود منم توی, توی جواب این سوال موندم ولی کلا ترسناک و عجیب غریبه که واقعا میگم سرنوشت بقیه دنیا به انتخابات آمریکا خیلی گره داره Uh, ولی um, میگم uh, فقط دوست دارم که همین بچه که ایران هستن و من رو میشتم که به فکرشونم و میدونم uh, یعنی اون حس حالی که دارین از این بلا تکلیفی و تمام این بدبختی واقعا اونی که دوستم که ویس گذاشت که میگم با دیگه واقعا مرگ با از شما شرمنده بشه یعنی انقدر دیگه بدبختی و بیچارگی و همه چیز دیدین و کشیدین واقعا نوبتی هم چون واقعا نوبت نوبت شما هست که یه ذره راحت بشین خلاصه مرسی بچه ها که گوش دادین اپیزود و بازم در آینده اپیزود با صدای شما درست میکنم اگه موضوعاتی هستش که به نظرتون جالبه که با هم در میون بذاریم و صحبت کنیم و وایس بگیریم برام بفرستین حتما میبینم اتون. شب بخیر